بعد از اصرار دولت محمود احمدی نژاد برای انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی، تعدادی از نمایندگان مجلس اعلام کردند وزیر کار و رفاه اجتماعی را به خاطر این انتصاب استیضاح خواهند کرد. منتقدان دولت میگویند سعید مرتضوی که پیش از این دادستان تهران بوده، تجربه کار در تأمین اجتماعی را ندارد و عملکرد او در قوه قضاییه حواشی زیادی داشته. به همین دلیل صلاحیت لازم را ندارد. آرش سیگارچی نگاهی دارد به دو سوی ماجرای انتصاب سعید مرتضوی. عکس سعید مرتضوی در کنار آرم سازمان تأمین اجتماعی و نام سال جدید به روایت رهبر جمهوری اسلامی در چند بیمارستان زیر نظر تأمین اجتماعی. انتصاب او به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی موجب انتقاد نمایندگان از دولت شده است. پیش از این مخالفان و منتقدان حکومت در سالهای گذشته عملکرد سعید مرتضوی را در توقیف مطبوعات و حتی بازداشت و آزار زندانیان سیاسی مورد انتقاد قرار می دادن. اما حالا برخی چهره‌های محافظه‌کار هم به او انتقاد دارند، به خصوص که نمایندگان اصولگرای مجلس اصرار دارند او از آمران بازداشتگاه کهریزک است که حداقل 4 نفر از معترضان به انتخابات سال 88 در آنجا کشته شدند. میگویند تجربه لازم را ندارد. تأمین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه‌ای در ایران است که با پوشش بیش از 20 میلیون نفر پرداخت حقوق بازنشستگان، بیمه بیکاری و هزینه‌های درمانی را بر عهده دارد. مجلس یعنی 290 نماینده. سه‌شنبه اولین جلسه رسمی مجلس در سال جدید خواهد بود و از امروز نمایندگان منتقد انتصاب مرتضوی گفتند وزیر کار و رفاه اجتماعی را به خاطر انتصاب مرتضوی استیضاح می‌کنند. خبرگزاری فارس قبلا نوشت که عبدالرضا شیخ الاسلامی هم چندان مایل به این انتصاب نبود. پرویز سروری رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس میگوید طرح استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی امضاهای لازم را دارد و احتمالاً سه‌شنبه نهایی میشود. البته باز شوخی میکنم، دولت برای شکایت از شما باید به خود شما شکایت بکنه. در مقابل دولت احمدی نژاد چندان به اعتراضها توجهی ندارد. مراسم معارفه مرتضوی روز آخر سال برگزار شد تا مجلس فرصت اعتراض نداشته باشد. حالا هم که مجلس از استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی میگوید، سایت های پارسینه و ندای انقلاب به نقل از دولت نوشتند که اگر شیخ الاسلامی توسط مجلس عزل شود، احمدی نژاد برای 3 ماه سعید مرتضوی را سرپرست این وزارتخانه خواهد کرد. رئیس جمهوری حق دارد بعد از عزل یا استعفای وزیر سرپرستی بگمارد، اما اصرار بر ارتقای مرتضوی به سرپرستی وزارتخانه نشانه لجبازی دولت با مجلس است. چالش مجلس و دولت در ماه‌های اخیر افزایش یافته است، به خصوص بعد از فاش شدن اختلاف نظر آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد. رئیس جمهوری اسلامی ایران چندان به مجلس توجهی ندارد و حتی وقتی برای اولین بار در تاریخ برای طرح سوال از رئیس جمهوری در مجلس حاضر شد، ترجیح داد مراسم را به شوخی بگذراند، اقدامی که خشم نمایندگان را در پی داشت. انصافاً یه ذره از 20 کمتر بدید بی‌معرفتی و نامردیه. عید همتون مبارک. مجلس اختیار قانونی عزل وزرا و رئیس جمهوری را دارد، اما معمولاً از نظر رهبر جمهوری اسلامی تبعیت می‌کند. رویه‌ای که شاید در مورد استیضاح احتمالی وزیر کار و رفاه اجتماعی هم لحاظ شود. سعید مرتضوی پیش از این مورد حمایت بیت آیت الله خامنه‌ای بوده است. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.